درود بر شما، به باخبر شبانه ایران شهر خوش آمدید. امروز 20 خرداد 2582 ایرانی بود و 10 از ماه ژوئن 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار شبانگاهی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب در این بخش از باخبر امشب میخوام به یک جمع‌بندی برسم از اتفاقات چند روز گذشته که فقط با کنار هم قرار دادن اینها خواهیم دید که چطور آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، عرب‌ها، چینی‌ها همگی رژیم اسلامی را در یک آچماز سیاسی غیر قابل برگشت قرار دادن و نهایت استفاده را هر کدومشون بردند و بزرگترین بازنده این میدان علی خامنه‌ای و رژیم اسلامی بوده و بیش از پیش اتفاقا در منگنه قرار گرفته الان. ببینید، رژیم اسلامی سالها بود که بزرگترین تهدیدی که دنیا رو متوجه خودش کرده بود حمله به تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی. گرچه الان عربستان سعودی بزرگترین تأمین کننده انرژی چین هست، اما اول آخر تولید نفتش روی قیمت جهانی نفت تأثیر آشکار داره. یعنی اگر این تولید نباشه قیمت نفت ممکن چند برابر بشه. برای همین گرچه اینها انرژی چین رو تأمین میکنن، بزرگترین تأمین کننده انرژی چین هستن عرب‌ها، اما حتی آمریکایی‌ها هم نمیتونن از پس کمبود تولید نفت انرژی عربستان بر بیان. و این یه معضلی بود که واقعا هم عربستان، هم چین، هم آمریکا و هم بقیه دنیا نمیتونستن حلش بکنن. اتفاقی که افتاد این بود که چینی‌ها با همکاری عرب‌ها اومدن یک طرحی ریختند و رژیم رو خر کردند. و همون موقع من به شما گفتم بزرگترین منافع رو از صلح بین عربستان و رژیم اسلامی چین می‌بره و بعد عربستان می‌بره و در نهایت رژیم هم دلش خوشه که الان همپیمان داره. اتفاقی که افتاد چی بود؟ حدود 2 ماه پیش اعلام شد که رژیم و عربستان تمام روابطشون عادی شده. علی شمخانی بدو بدو رفته بود چین، اونجا امضا کرده بود. البته علی شمخانی انگیزه شخصی داشت، پسرش 1,000,000 دلار در روز، یعنی در واقع خودش درآمد نفتی داره از دلالی نفت غیرقانونی بین رژیم اسلامی و چین و این براش خیلی مهم بود که چنین پیمانی باشه بین رژیم اسلامی. ببینید چقدر در فساد در بالاترین سطوح رژیم بالاست که بالاترین مقام های امنیتی اینا، یعنی رژیم اسلامی، فقط و فقط به فکر جیب خودشونن، چون اصلا اطمینان ندارن که سال دیگه این رژیم باشه. خود شمخانی همچین فکری کرده. حالا چنین پیمانی بستن و خوشحال بودن، آمریکایی‌ها هم وایسادن تا چند روز پیش سفارت دو کشور باز بشه در هر دو کشور. یعنی حدود 1 هفته پیش افتتاح شد سفارت. رژیم هم خیلی خوشحال، در صورت که سپاهی‌ها چند سال دارن پوز میدن که آقا ما عرب‌ها رو زدیم داغان کردیم سفارتشون رو، این شرم رو ما دیگه تحمل نکردیم که با عرب‌ها ارتباط داشته باشیم. با چنین شرمساری و توف سربالایی چنین معاهده‌ای رو پذیرفتن. بسیار خوب، در طی 1 هفته گذشته ببین چطور فیتیل پیچ شد رژیم اسلامی. ببینید اگر فقط ما چند خبر رو از 1 هفته پیش تا الان بذاریم کنار هم دیگه، شما خواهید دید که چه بلایی آوردن سر رژیم. پس از اینکه جواد ظریف ناچار شد به خاطر شکست مذاکرات هسته‌ای جدید به اصطلاح بیاد هیاهو را بندازه و تقصیر رو از سر خودش باز بکنه برای آینده، بیشتر از ترس آینده است در واقع، اولین خبر مربوط به صحبت‌های نتانیاهو جمعه 19 خرداد. نتانیاهو خطاب به بلینکن گفته هیچ توافقی با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست. یعنی گفته بود که هر توافقی شما ببندید ما بهش پایبند نخواهیم بود، ما کار خودمون رو خواهیم کرد. معنیش چی بود؟ معنیش اون که اگر در شرایط کنونی حتی اگر توافقی هم اتفاق بیفته، حمله اسرائیل ممکن اتفاق بیفته. در این صورت آمریکا پیمانی بسته بود با رژیم که در عمل نمیتونست نگرش داره و دوباره یه روسیه دیگه برای همین دولت بایدن بود، اونم چی؟ قبل از انتخابات ریاست جمهوری. همون روز کاخ سفید گفته بود که توافق واشنگتن و تهران کذب است و زده بود زیر همه چی. به قدر اینا شرمسارن، در یه بخش دیگه با خبر ما توضیح دادیم امروز، که انقدر اینا شرمندن که حتی حاضر نیستن اقرار بکنن که با رژیم مذاکره غیر مستقیم داشتن، انقدر شرمسارن. کاخ سفید گفتش که کذبه. بعدش چه اتفاق میفته؟ بعدش آنتونی بلینکن بدو بدو بالا میشه میاد عربستان. برای چه کاری؟ برای اینکه بتونه بهترین بهره برداری از شرایط کنونی ببره. ببینید در طی ماه گذشته آمریکایی‌ها هیچ مخالفتی با
صلح بین عربستان و رژیم نداشتن به خاطر اینکه می‌دونستن چجوری می‌خوان بهره برداری بکنن از این. عربستان و محمد بن سلمان که بسیار نشون داد که آدم زیرکی است، درست دیکتاتوره، درسته که دشمن ماست، عربستان هرگز دوست صمیمی ما نمیتونه بشه به خاطر رقیب تجاری ما و رقیب نفتی ماست. در این حال در آینده هم آمریکایی ها باش مشکل جدی خواهند داشت و به خاطر کارهایی کرده بهش درسهایی خواهند داد و پاشون رو خواهند گذاشت روی گلوی عربستان. اما هدف فعلی آمریکا چیه؟ هدف فعلی اینه که شرایط رو که چیه؟ یعنی به چین آتوی ندادن که بخواد یک طرفه وارد جنگ میشه با تایوان و در این حال در شرایط کنونی نباید مشکلی برای تولید نفت عربستان هم پیش بیاد به خاطر اینکه قیمت نفت یک دفعه جهش پیدا میکنه و همه اینا میخوان شرایط رو فعلا همینطور نگه دارن. بلینکن میره عربستان، قول و قرار میذاره با بن سلمان، جوری صحبت میکنه که آمریکا میخواد تمام شرایطی که گذاشته رو برایش تامین کنه. حالا ما از جزئیاتش خبر نداریم، لااقل بخشایش رو قولش رو دادن حتما. و بن سلمان هم خوشش میاد. بلینکن از عربستان زنگ میزنه به اسرائیل، به نتانیاهو و میگه که زمینه صلح بزرگی بین تمام اعراب و اسرائیل رو فراهم کردیم. حالا اینکه این چطور اتفاق بیفته مهم نیست، بخاطر که فعلا شرایط باید تا یکی دو سال آینده همینطور که هست بمونه. این برای آمریکایی‌ها مهمه. بنیامین نتانیاهو همون روز میاد چی میگه؟ یعنی دیروز گفته عادی سازی مناسبات با ریاض گامی بزرگ برای تغییر تاریخ است. خب چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ ببینید آمریکایی‌ها گذاشتن اعراب و چین و رژیم با هم دیگه صلح بکنن با وساطت چین برای اینکه هیچ خدشه‌ای به تولید نفت عربستان وارد نشه. چطور؟ چینی‌ها از رژیم قول گرفتن و اون رو در منگنه قرار دادن که تحت هیچ شرایطی نمیتونه دوباره مثل چند سال پیش اگه یادتون باشه به تأسیسات آرامکو حمله موشکی و پهپادی بکنه. در این حال نباید بذاره که حوثی‌های یمن هم به عربستان حمله بکنن. خب در این لحظه رژیم اسلامی مهمترین ابزارش رو برای فشار به جهان از دست داد. تمام شد. الان قول رو به چین داده. الان اومده سفارت باز کرده. الان اگه بخواد بزنه زیر همه اینها، باید سفارت‌ها رو دوباره ببنده، سپاهی‌ها حمله بکنن دوباره به سفارت عربستان، روابطش با چین خدشه‌دار میشه، بخواد که انرژی چین رو میخواد تحت شعاع قرار بده. کلاً در یک آچماز بزرگ قرار گرفته، نه توسط آمریکا، بلکه توسط دوست همپیمان چین. ببینید چقدر آخوندو مسخرن تو سیاست گذاری. اینکه صلح بین عربستان و اسرائیل به کجا میرسه اصلا مهم نیست، الان به جای برسه احتمالاً به جای خاصی نخواهد رسید، اما الان مهمه که فقط این صلح و دوستی نشان داده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط باید فعلا ساکت بمونه، شرایط نباید به سمت جنگ تایوان بره. آمریکایی‌ها و غربی‌ها میخوان شرایط اینطوری نگه دارن تا اینکه بتونن روسیه رو عقب برونن یا مجبورش بکنن به یک صلح. چرا؟ این اتفاق که بیفته جنگ اوکراین خاتمه پیدا میکنه، بعد دیگه پولی که داره تزریق میشه به اوکراین متوقف میشه، اون وقت دیگه چین هم این جرأت رو پیدا نخواهد کرد که حمله بکنه به تایوان. چرا؟ چون دیگه غرب در یک جبهه دیگه درگیر نیست که بخواد تمرکزش رو از تایوان از دست بده. اون وقت چینی‌ها هم جرأت حمله پیدا نخواهند کرد. این به این معنی نیستش که قائل خاتمه پیدا کرد. نه. احتمال جنگ تایوان همچنان وجود داره و معلوم نیستش که صلح حتما اتفاق بیفته. اما اول آخر برای این دولت آمریکا مهم نیست. چرا؟ همونطور که قبلا به شما گفتم دولت‌های دموکرات میان یه سری شرایط ایجاد میکنن که جمهوری خان بیان جنگ را بندازن. به خاطر اینکه اول آخر هر دوشون آمریکایی هستن. وقتی آمریکا در این جنگ سلاح‌های پیشرفته‌شو مصرف میکنه، با پول اون نسل جدید سلاح‌ها رو میسازه. بنابراین این دولت آمریکا براش مهم نیستش که الان شرایط رو درست بکنه. فقط شرایط رو باید اینطوری نگه داره تا دولت بعدی جمهوری خواه بیاد جنگ رو اونا جلو ببرن و دموکرات ها ازشون ایراد بگیرن. در صورتی که همینا این شرایط رو اینطوری بار آورده بودن. در این حال مسائل دیگه‌ای وجود داره که الان آمریکایی‌ها کلاً براشون مهمه که شرایط رو اینطوری نگه داره. مثلا روند دیگلوبالیزیشن. این روند که آمریکا شروع کرده که دیگه گلوبالیزیشن رو جمع بکنه و یک کلوپ اختصاصی منحصر به فرد برای خودش بسازه، این زمان خواهد برد. مثلا بایدن تکنولوژی و تولیدات میکروچیپ های درجه سوم رو که چین بزرگترین تولید کنندش هست در چین نابود کرده. این الان نمیتونه متوقف بشه. یعنی چی؟ یعنی این تا زمانی که اجرا بشه انجام بشه چند سال زمان میبره. در این حال این کارخونه ها اینطوری نیستش که مثلا 24 ساعته شروع بکنن به کار کردن. نه، کارخونه های بسیار بزرگی با خط تولید های چندگانه
یعنی نه تنها باید انواع میکروچیپ رو کارخونه‌ها بتونن تولید بکنن، بلکه باید خطوط انتقال کالا بین هم فراهم بشه. فقط تولید این کارخونه‌ها هر کدومش بین حداقل 5 تا 10 سال زمان میبره. الان آمریکا شروع کرده به تولید این کارخونه‌جات، اما هنوز آماده نشده. برای همینه که ایلان ماسک و همینطور رئیس اپل رو دیدیم رفتن چین. اینا برای چی بود؟ برای اینکه بگن اوضاع هنوز بد نشده، ما هنوز میتونیم کار بکنیم. و ایلان ماسک رفت با سران حزب کمونیست و اینا صحبت کرد. اینا بدون هماهنگی در آمریکا امکان پذیر نیست. یعنی ایلان ماسک نمیره این کارو بکنه مگر اینکه تو کاخ سفید برخی گفته باشن الان برو تو چی بگو. بنابراین روند دیگلوبالایزیشن هنوز ادامه داره، اما دولت آمریکا فعلا میخواد این شرایط رو بگذرونه. در این حال مسئولیت‌های اصلی جنگ بعدی رو بنز گردن جمهوری‌خواهان در آمریکا در دولت بعدی، در این حال رژیم اسلامی رو خلع سلاح کرده، رژیم دیگه نمیتونه به آرامکو حمله بکنه چون به چین قول داده و این فوق العاده حیاتی برای چینی‌ها. همونطور که میدونید قبلا هم گفتم چین 85% انرژی مصرفیش رو وارد میکنه، 85% از اون میزان رو از خلیج فارس وارد میکنه، به راحتی 80% شاید از عربستان و سعودی. بنابراین رژیم اسلامی چیزی برای چین نداره که بخواد اجازه بده رژیم آرامکو رو تهدید بکنه. به این سادگی اینها اومدن رژیم رو در مخمصه قرار دادن. اینکه کار عربستان با اسرائیل به کجا بکشه اصلا فعلا مهم نیست. فعلا شرایط اینجاست که شرایط رو همینطوری نگه دارن. رژیم نتونه به آرامکو حمله بکنه، چین آتو دستش نباشه، آرام آرام دیگلوبالایزیشن ادامه پیدا بکنه تا کارخانجات منتقل بشه. مثلا اپل 2 سال پیش موفق شد که مثلا بخشی از تولیداتش رو از چین خارج بکنه ببره ویتنام. خب الان تولیدات دیگه‌اش مثلا آیفون ها و چیزهای دیگه متکی به چینه. اما این همگی خواهد رفت آمریکا. همش در آمریکا تولید خواهد شد. اما زمان نیاز دارن آمریکایی‌ها. شرایط رو باید اینطوری نگه دارن. همونطور که می‌بینید دوباره رژیم اسلامی که به جز خفت خاری برای ایرانی نداشته، خودش رو هم اینجا سرافکنده کرد. باخت بزرگی که آخوندا دادن این وسط. الان سلاحشون رو از دست دادن. تنها چیزی که الان دارن گروگانگیریه. یعنی گروگان گرفتنه. از طرف دیگه درگیر جنگ اوکراین شدن، خودشون رو درگیر جنگی کردن که بجز دردسر برای رژیم به بار نخواهد بود. هیچ حمایت خاصی هم از روسیه نخواهند دید، مطمئن باشید. این چیزی هم که در مورد سرمایه‌گذاری اینا میشه تخیلاته. روسیه الان زده زیرش که سوخو 35 رو بده به رژیم و قبلا در موردش در برنامه صحبت کردیم. بنابراین هیچ دلیلی هم نداره واقعا بیاد برای رژیم ریل راهن یا این چیزا بسازه. به این معنا نیستش که کلنگ این پروژه نخواهد خورد، ولی کار پیش نخواهد رفت. دقیقا مثل بقیه طرحهایی که روسیه در ایران قول داد انجام بده و انجام نداد. اینجا شاهد یک پروژه حساب شده بودیم برای در منگنه گذاشتن رژیم و تمامی طرفهای دیگه و حتی طرفهایی که درگیر این نبودن مثل دولت جو بایدن. شما تصور بکنید دولت جو بایدن از این صلح تحقیرآمیز برای رژیم سود برده، خود رژیم نبرده. البته با کارهایی که الان کردن سود بردن آمریکایی‌ها. اگر این کار رو نمی‌کردن سودی در کار نبود. بنابراین الان سود بردن. شرایط رو ساکن نگه داشتن، شرایط رو ثابت نگه داشتن بدون اینکه واقعاً هیچ کاری داشته باشن تو این مذاکرات و تو هیچ کدوم از این گفتگوها و صلح‌ها. اسرائیل داره سود می‌بره، عربستان داره بیشترین سود رو می‌بره، چین از همه اینا بیشتر سود برد. یک بار دیگه باید به بسیجی‌ها سپاهی‌ها گفت شما طرفدار چی هستید؟ این خفت خاری رهبران شما هیچ سیاستی به خرج ندادن که یک ذره به نفع حتی خود رژیم باشه، فقط دارن میبازن. از حمایتتون دست بردارین از این رژیم. آخر عاقبتی برای شما نداره این داستان. خب همونطور که من طی این هفته های گذشته و ماه های گذشته مدام تکرار کردم که حقوق بشر و به خصوص بحث حجاب و صرفاً حجاب و نه صرفاً آزادی‌های فردی شهروندان ایران، یعنی چه زن باشی چه مرد باشی چه هر جای ایران باشی، یه سری آزادی‌ها اصلا حق تو. اما اینکه یه سری اکتیویست رو آوردن این وسط علم کردن و خیلی تصور کردن اینا رهبرن از جمله شوهراشون، من مدام در مورد این هشدار دادم و الان داریم می‌بینیم که سیاست‌های همون کشورهای به اصطلاح حقوق بشری مثلا فرانسه در اوجشه، تمام اینها بر پایه منافع ملی. هیچ ارزش و اهمیتی وقتی پای منافع وسطه حقوق بشر نداره برای هیچ کشوری. برای خود فرانسوی حقوق فرانسوی مهمه، برای ما ایرانیان باید حقوق ما ایرانیان مهم باشه. اما اگر کسی تصور میکنه کسی دیگه برای ما دل خواهد سوزون،
یا ما باید برای کسی که دل بسوزونیم یک ساده لوحه و کسی که روسیا خواهد شد در این بازی. امروز از طرف رژیم خبری منتشر شد که امانوئل مکرون زنگ زده به ابراهیم رئیسی 90 دقیقه باش صحبت کرد. من گفتم که فرانسوی ها بزرگترین جامعه هستند که از این موج زن زندگی آزادی حمایت خواهند کرد، به خاطر اینکه بیشترین ارتباط رو باش احساس میکنن. اما همون موقع من به شما گفتم اینها مهم نیست، منافع ملی به هر چیزی میچربه. تا جایی که اینا فرانسوی شروع کردن رد پای خمینی رو تو نوفلا شده نابود کردن، رفتن تابلو رو زدن داغون کردن، شهردار اونجا اومد گفت دیوار باید بکشیم اینجا که خمینی بوده و تلاش کردن رد پاشون رو پاک بکنه حتی. اما رئیس جمهور فرانسه تنها کسی که در دنیای آزاد چند بار با ابراهیم رئیسی و هم شخصی و هم تلفنی صحبت کرد. در این میان ساده لوحانی بودن مثل مسیح علی نژاد که دیدیم مثلا دعوتش کرده بودن کاخ الیزه با مکرون صحبت بکنه، بالا پایین میپرید و خیلی خوشحال بود و یادتون توی ویدیو گفتش خوشحالم که زنا بودن مردا نبودن، که این دروغ بود. اما خوشحالیش برای چی بود؟ برای این بود که این اکتیویست حقوق زنانه و گندش کردن تو دنیا و الان اینه که قراره در مرکز توجهات باشه. در صورت که الان داریم میبینیم تمام اون دیدارها، تمام اون هارت پورتا، سلفی گرفتن، فیلم گرفتن، همه اینا دود شد رفت هوا. برای امانوئل مکرون منافع ملی مهمترین چیزه، برای رئیس جمهور آمریکا مهمترین چیزه، برای صدر اعظم آلمان مهمترین چیزه، برای ولیعهد عربستان مهمترین چیزه، برای تنها کشوری که مهمترین چیز الان نیست، چون ما حکومتمون دستمون نیست، ملت ایران، علی خامنه‌ای و دستگاهشه. ما باید این مسائل رو تغییر بدیم. اما به لحاظ سیاسی اروپایی الان دنبال چی هن؟ ببینید اروپایی ها تا لحظه آخر تلاش خواهند کرد این گاو شیرده رو که جمهوری اسلامی هست بدوشن و پس از اونم چندان براشون اهمیت نداره، برای آمریکایی هم نداره، واقعیت بگم برای هیچ کس نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا میدونن بعد از اینکه آخوندو برن انقدر دزدیدن بردن، یعنی الان زرقامی کسی که قرار حافظ آثار باستانی ایران باشه مثلا خیر سرش، برگشته میگه ما توان نگهداری از آثار باستانی نداریم میفروشیم. انگار مثلا آثار باستانی ایران چقدر هزینه داره نگهداریش. توان نگهداری از آخوندا رو دارن، توان نگهداری از مرقد سیدها رو دارن در ایران، امامزاده‌ها رو دارن، اما توان نگهداری از آثار باستانی پر ارزش و بعضیاشون انقدر قدیمی و مهم و حیاتی که اصلا غیر قابل ارزش گذاریه، اینا رو ندارن و اینا رو میفروشن، که این دروغه. به عمد این آدم آوردن در این سازمان که همه چیز حراج بزنه و نابود بکنه. اصلا پروژه اینا نابود کردن تمدن ایرانیه که به کلی شکست خورن، چون تمدن ایرانی برعکس چیزی که اینا به طرز احمقانه تصور میکنن مثل خودشون مثلا تو قبر و تو گور و اینجور چیزاست، تمدن ایرانی اینطوری نیست. من حالا در زمان خودش توضیح خواهم داد. یک چیز منحصر به فرد بشری تمدن ایرانی که شما مطمئن باشید بعضی آگاهیتون نسبت به این تمدن به ایرانی بودنتون افتخار خواهید کرد، تک تکتون. میدونم الان افتخار میکنید بعد از همه این اتفاقات، اما اون زمان شما خواهید دید که شما چه بودید و نمیدونستید چه بودید. اما به هر حال این تماس ها برای چیه؟ اروپایی ها میخوان نهایت استفاده رو ببرن، به خاطر که میدونن اگر حتی این رژیم بیفته و بره و رژیم دموکراتیک و همه اینا بیاد، انقدر کشور فقیر و انقدر ضعیف خواهد بود از لحاظ اقتصادی حداقل، که ما هیچ راهی نداریم که با اروپایی ها، با آمریکایی ها و دیگران هر شرایطی که میگن بپذیریم. چنین فکری میکنن. ما برای این میتونیم ضد حمله داشته باشیم، یعنی ما میتونیم دست بالا داشته باشیم به شرطی که شما با خطهایی که شاهزاده میاد پیش برید. مثلا در تمام دیدارهایی که شاهزاده کرده با تمام جهان، با همه بجز یک کشور، فقط با نمایندگان مردم دیدار داشته. یعنی میبینید با نمایندگان سنا دیدار میکنه تو فرانسه که میره تو آلمان، با نمایندگان مردم آلمان دیدار میکنه، همه کشورها بجز یک کشور و اون کشور اسرائیل. دریچه ورود ما و برگ برنده ما ارتباط با اسرائیل. ببینید با همه این کشورها از جمله فرانسه، آلمان، آمریکا، مطمئن باشید مشکلات جدی ما خواهیم داشت. یعنی کارهای اینا میکنن که غیر قابل برگشته و جنایت علیه بشریت، چون همه جور جنایت که هیتلر کرده رو حالا شاید در ابعاد مختلف کرده رژیم، اما اینا دارن باهاش صحبت میکنن، حتی مذاکره پنهانی میکنن و همه این کارا، ترسی هم ندارن از آینده. بنابراین ما مشکلاتی خواهیم داشت از لحاظ ملی، به خاطر که مردم زج کشیدن، مردم روحیشون آسیب دیده، غیرت و شرفشون جریحه دار شده،
اینجا نیستش که مثلا راحت ما بریم مثلا فردا با امانوئل مکرون دست بدیم یا مثلا با جو بایدن و مثلا رابرت ملی دست بدیم و به این سادگی ها همه چی رو فراموش بکنیم. تو سر ملتی میخوره که قدیمی ترین تمدن تاریخ بشرن. اینجوری که نمیشه ادامه داد. بنابراین ما از جایی میتونیم شروع بکنیم برای عادی سازی روابطون با جهان که برگ برنده است و اون اسرائیل. اسرائیل تنها کشوریه در تمام کشورهای جهان با رژیم اسلامی حتی یک بار مذاکره نکرده. هرگز به رژیم پناه نداده، پول نداده، باج نداده. در این حال بالاترین پیوندهای تمدنی و تاریخی رو ما با مردم و ملت اسرائیل و کشور اسرائیل داریم. نبگیم مثلا اورشلیم و یهودیان صرفاً، با کشور اسرائیل داریم. ببینید اینجا بعد الان برای بسیاری درس شده باشه. پیروی از نمیدونم اکتیویست رقصنده حجاب مثلا، یا مثلا کسانی که در این ماهای اخیر کلکسیون جوایز حقوق بشری هستن. نسرین سدوده، نرگس محمدی یا اون کیا که الان کلکسیون دارن از این جوایز، چندین جایزه بردن. اما دارید میبینید در این شرایط رژیم میشه رئیس در بخش های مختلف سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل. این ملت ایران چه درسی میده؟ چی میگه؟ تمام اینها ساختگی هستن. از جمله اون کسانی که میبینید مثلا نسرین سدوده یه حرف سیاسی زده و اون این که ما باید همه پرسی بذاریم هر چه سریعتر تا جمهوری بشه دوباره ایران. دقیقاً همون حرفایی که 57 ها میزدن زمانی که تمام ملت ایران رو بدبخت و بیچاره کردن و به زعم آقای علی میرفتروس یه گوری برای ما ملت ایران کندن که همه ما توش خوابیدیم. الان هم هنوز دست بر نمیدارن از کاراشون. بنابراین باید حواسمون رو جمع بکنیم. ملیگرایی و میهن پرستی در ایران با پادشاهی پیوند خورده و این مسخره بازی ها، این حقوق بشری ها، این اکتیویست بازی ها به هیچ جا نخواهد کشید. ما از همین الان باید هدفمون رو درست انتخاب بکنیم. در پشت سر شاهزاده رضا پهلوی با اهداف سیاسی مشخصی که گذاشته که مهمترین اونها پیوند ما با اسرائیل هست پیش بریم و مطمئن باشید اگر این راه رو جلو بریم امثال امانوئل مکرون هستن که باید به ما التماس بکنن، نه برعکس. این رو بدونید اینها همه دستورها و خطوط ملی هست که شاهزاده گذاشته و ما باید اون را ادامه بدیم. لازم به یاداوریه که امروز سال روز درگذشت شاه دخت لیلا پهلوی بود. واقعا وقتی کار به خانواده پهلوی میرسه به قدری ما ایرانیان نمک نشناس بودیم در حق این خانواده میهن پرست که هر وقت داستان به اینجا میرسه و من فکر کنم بهش فقط احساس شرمساری میکنم به عنوان ایران. گرچه من هیچ نقشی در هیچ کدوم از این داستانا نداشتم، ولی اول آخر اینو بدونید ما میراثدار پدران و مادرانمون هم هستیم. تسلیت میگم این روز رو به تمام ملت ایران، در این حال به خاندان ایرانساز پهلوی، به خاطر اینکه این دست گلها رو دادن در این راه و تمام این مرگ‌ها به خاطر ناامیدی شدیدی بود که ما ایرانیان برای این خانواده ایرانساز ایجاد کردیم و این شرمساری به جز بازگشت پهلوی قابل ترمیم نیست. باید در این خط حرکت بکنیم. این رو تسلیت میگم به تمام ملت ایران. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. تا با خبر بعدی، بدرود.